مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا رو همراه خودمون داریم. آقای گلپور، خیلی کوتاه اول بپردازیم به این تغییر و تحول ژئوپلیتیکی که شاهد بودیم روز گذشته. آیا نامزد و تایید نامزدی پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا میتونه تغییری در سرنوشت جنگ ایجاد کنه؟ بله و نه. بله، به دلیل اینکه معجزه یگانگی و تصمیم گیری 27 کشور، علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها به خصوص پرتغال بسیار رزرو داشتن نسبت به این تایید، موجب شد این مسئله صورت بگیره. ولی این مسئله بیشتر اداریه و دقایق آخر صورت گرفته. شما میدونید که از 24 فوریه آقای زلنسکی این درخواست رو داده بودند و با ملاقات سه رهبر اروپایی در اوکراین مجبور شدن تصمیم تاریخی و به اصطلاح قبول این عضویت، یعنی جایگاه عضویت اوکراین رو ببینم آیا باید گرفت یا نه. و این شدنی شد این هفته در بروکسل و در ابتدا شورا آقای شارل میشل بسیار پشت این مسئله بودن و بالاخره پارلمان اروپا تاییدیه کامل رو داد. اما نه، به دلیل اینکه مسئله اصلاحات همونطور که پروسه الحاق در شده در معاهده کوپنهاگ بنده به خصوص 6 و نیز 49 اینو توضیح میده، بسیار پروسه حاد و طولانی میتونه باشه برای کشورهایی که این پروسه اصلاحات انجام میدن، مثل ترکیه که 23 سال در این پروسه گیر کرده. اما نظر به پشتیبانی که اوکراین به لحاظ هم مالی هم نظامی امروز با خودش داره، میشه این احساسو داشت که قبل از هر چیز این یک پاسخ بسیار محکمی بود در مقابل روسیه که اوکراین هیچ موقع الحاق، یعنی مرزهای اوکراین هیچ موقع ملحق به روسیه نخواهند شد. و این پاسخی بود که به نظر جواب داد، چون روسیه این مسئله رو در هفته پیش در نشستی که در سن پترزبورگ بود بسیار جدی گرفت و ایزوله شدن خودش رو منوط به این مسئله کرد. یه سری ابتکارات بسیار زیادی رو گرفته، بخش از اینا رو ما حتی در تهران چهارشنبه پیش دیدیم. آقای گلپور، اشاره کردین به تهران. آقای بورل بعد از این تصمیم نهایی مهم در اتحادیه اروپا راهی تهران شده، لاوروف هم در تهران بود. فکر می‌کنین که ارتباطی بین این پازل‌ها وجود داره، بین نهایی شدن عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و تهران و روسیه؟ مسلماً بحران برجام یک بحران هفت‌ضلعیه و یکی از اصلای این بحران روسیه قرار گرفته و اونجایی که این بحران اجازه گشایش پیدا کرده، مسلماً از سفر آقای لاوروف به تهران میاد و مسلماً ابتکاراتی رو که آقای لاوروف برای آقای بورل از طریق آقای عبداللهیان دارن بسیار بسیار جدید خواهد بود و مسلماً این سفر برای آقای بورل یک سفر تحمیلیه، به خاطر اینکه در حتی اگر تلکس سخنان آقای بورل رو شما با آقای نهاوندیان بخونید، اساساً موضوع رسیدن آقای بورل به تهران در این هفته درش نبود، علیرغم اینکه این صحبت، این تلکس، این صحبت ها هفته پیشه. بنابراین ابتکاراتی رو که روسیه برای بیرون اومدن از انزوا با تکیه به اهرم دیپلماسی آقای نهاوند، آقای عبداللهیان داره، بسیار مسئله مهمیه به نظر من و در این چارچوب مسلماً زجر رو، مهنتی که مردم اوکراین و مردم ایران در این 6 ماه گذشته داشتن، بخصوص به لحاظ اقتصادی، شاید یک بخشی از راه حل‌های آخرین به اصطلاح دقایق شانس دیپلماتیک خودش رو بتونه داشته باشه. ولی مسلماً در این مذاکرات که خواهیم داشت بین آقای بورل و آقای عبداللهیان، منافع ملی ایرانیان به نظر من آنچنان دیده نمیشه. ممنون از توضیحات شما. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس.